دين الإله بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان و عزیزان و دوستداران کلام الله متعال. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب ما گردید به همراه همکارانمون در دعا کنترل احمد و محمد و عبدالله و فرید و احمد منصور عزیز تا در خدمت شما خوبان و مهربانان باشیم با یکی دیگر از برنامه های روحانی قرآن کریم. امروز هم به مانند برنامه های گذشته یک صفحه از کلام الله مجید رو به همراه شما عزیزان آموزش روحانی اون رو با هم مروری خواهیم داشت و از صفحه 16 از مصحف عثمان طه از آیه 102 سوره مبارکه بقره رو به همراه شما تا پایان آیه 105 ان شاء الله مرور خواهیم کرد و در بخش دوم برنامه هم تماس های تلفنی شما عزیزان رو خواهیم داشت و تلاوت شما رو در همین صفحه برای بزرگسالان و عزیزانی که در سن های پایین تر قرار دارن هر صفحه رو که دوست داشتن از کلام الله مجید میتونن تلاوت میکنن. میان برنامه کوتاه و ابتدای آیه 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. چنگ زدن به دین و ریسمان الهی پیروزی دنیا و آخرت را به همراه دارد. در درس امروز از ابتدای آیه 102 از سوره مبارکه بقره این گونه می‌خوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان. با فتحه داره صدای امیگره الف وصل اینجا خوانده نمیشه در هنگام وصل، تشدید این علامت تشدیده روی هر حرفی که قرار بگیره اون حرف دوبار خوانده میشه، یک بار به همراه آخرین حرکت ما قبل، یک بار به همراه حرکتی که خود حرف تشدید داره. اینجا الان ما برای خواندن حرف تا نیاز به حرکت فتحه واو داریم. وات تبعو این صدای ضمه داره، حرکت ضمه داره، صدای او میگیره و چون بعد از ضمه حرف واو قرار گرفته تقویت میشه، صدای او میشه او و تبع و تبع او. این الف خوانده نمیشه چون علامت صفر روش هست، هر جا که دیدید این الف این علامت روی اون بود خوانده نمیشه. و تبع او
میم حرکت فتح داره. هر وقت بعد از حرکت فتح الف قرار گرفت، آن حرفی که روی آن فتح قرار گرفته صدای آ میگیره، تقویت میشه حرکت فتح به اصطلاح، با الف بعد از اون صدای آ میگیره. ما اگر این حرفی که فتح داشت بعد از آن الف بود، از حروف صاد، ضاد، تا و ضا، غین و قاف و خا و را بود، از اون هشت حرف پرخوانده میشه، در غیر این صورت باریک خوانده میشه. یعنی این الان میم از آن هشت حرف نیست، باریک خوانده میشه، یعنی که دهان به سمت چپ و راست باز میشه وقتی که تلاوت میشه. ما نمیگیم ما، ما و تبعو ما تت. این علامت علامت ساکن هست. هر حرفی که این علامت روی آن قرار گرفت به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه، دقیقا مثل تشدید. تشدید هم در اصل همون ساکن هست دیگه. تشدید هم در اصل دو حرف هست، نمایندگی میکنه از یک حرف ساکن و حرفی که خود حرکت روی اون هست. هر جا ساکن و تشدید در اصل یک چیزن، تشدید فقط فرقش با ساکن این است که تشدید دو حرف از یک جنس رو داره که اولی ساکن است، دومی متحرک. ساکن فقط یک حرف ساکن است. ساکن هم به مانند تشدید نحوه خواندنش با آخرین حرکت ما قبل هست. تت، تت. اینجا تا اینجا لام ضمه داره، واو مثل ضمه عین و واو در این کلمه. اینجا هم لام ضمه قرار داره روی لام و واو بعد اون میشه تت لو با این الف. دقیقا اینجا هم به همین شکل است. این الفی که اینجا بود اینجا هم این الف هست، خوانده نمیشه. به تنهایی تت لو میشه این تعبیر، این کلمه. اما شکل کلمه بعدی در خواندن این کلمه هم تأثیر گذار هست. چرا؟ الف که خوانده نمیشه چون علامت صرف داره، این الف هم در هنگام وصل خوانده نمیشه، الف وصل هست. این لام هم حرکت نداره و گفتیم که چهار حرف واب، الف، لام و یا که سر هم نوشته بشن میشن والی. اگر این چهار حرف علامت نداشتن، هیچ حرکت روی آنها نبود، خوانده نمیشن. لام یکی از اون چهار حرف هست. این لام یکی از اون چهار حرف هست. والی، واب، الف، لام، یا. این لام اینجا خوانده نمیشه. تا اینجا ما چند حرف داریم که خوانده نمیشن؟ این سه حرف کامل. این واو هم خوانده نمیشه در اصل، فقط تقویت میکنه ضمه ما قبل. شین تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره برای خواندن. ببینیم آخرین حرکت ما قبل چیست. لام که حرکت نداره، الف هم حرکت نداره، این الف هم حرکت نداره، این واو هم حرکت نداره. این ضمه لام حرکت آخرین حرکت ما قبل ما ضمه لام هست. برای خواندن این شین، یعنی شین اولی که ساکن هست تشدید دار، برای خواندن این شین مشدد یا به تعبیری ساده تر اولین شین ساکن نیاز به حرکت ضمه لام داریم. الان اینجا لام مستقیم میچسبه به شین، میشه تت لش لش، تت لش ش، تا اینجا تت لش ش. یا حرکت فتح بعدش الف قرار گرفته صدای آ میگیره، اما چون از اون هشت حرف نیست پرخوانده نمیشه. تت لش شیا، تت لش شیا، طین، طی کسره تا، بعدش یا قرار گرفته، این کسره رو تقویت میکنه، صدای ای میگیره. هر وقت بعد از فتح الف قرار گرفت صدای آ میگیره، هر وقت بعد از کسره یا قرار گرفت صدای ای میگیره، و هر وقت بعد از ضمه، ببینید اینجا ما در این دو کلمه، هر وقت بعد از ضمه صدای واو بیاد، به تنهایی البته، اونجا چون وصل شد صدای اوش حذف شد، در مثلا در قبلش و تبعو این رو داشت. بعد از فتح الف صدای آ میگیره، بعد از کسره یا صدای ای میگیره، اینا تقویت میکنه حرکت ها رو. خب ما تتلش شیاطینو، شیاطینو، تا اینجا کلمه به خودش به تنهایی، این کلمه شیا، شیاطینو. ما تتلو الشیاطین على عین فتح، على لام فتح داره بعدش الف صدای آ میگیره، چون اینجا لام از اون هشت حرف نیست پرخوانده نمیشه. على نمیگیم علا، على، على، مل، مل کی، مل کی، سولی، سو، لی، لی، ما، نه، سولی، ما. میم بعدش حرف فتح بعد الف صدای آ، میم از اون هشت حرف نیست باریک خوانده میشه. سولی ما
نه در هنگام وصل این گونه خوانده میشه سلیمانه. این علامت سالا یعنی وصل کردن اولا. این مخفف صاد مخفف وصله، لا هم مخفف اولا. اینجا وصل کردن بهتر است، یعنی اگر اینجا ما ادامه بدیم تلاوت رو بهتر از اینه که اینجا توقف بکنیم، اما اگر توقف کردیم هم اشکالی نداره. اینجا اگر توقف کردیم چطور خوانده میشه؟ حرف آخر همیشه قاعده توقف این است که حرف آخر همیشه ساکن میشه، حرف آخر ساکن میشه به جز تنوین ان، که اگر تنوین ان بود صدای آ میگیره. سلیمان اگر توقف کنیم میشه سلیمان، نون حرکت نمد بکنه بیه چما سلیمان. اگر توقف کنیم اینطور نشه سلیمان. بعضی از عزیزان این نون رو باز یک حرکت یک قلقلی میکنن در آخر سلیمان، این اشتباه است، این خطا است. سلیمان حرکت نکنه اگر توقف کردیم. ما اینجا توقف نمی کنیم، ادامه میدیم. علی ملک سلیمان و ما کفر و ما کفر و ما کفر. خط بعد سلیمان نو. اینجا به خاطر نقش کلمه سلیمان اینجا ضمه گرفت، چون اینجا فاعل هست اونجا فرق میکنه نقشش با اینجا. و ما کفر و ما کفر سلیمان نو. و لا لا فتح بعدش، فتح بعدش الف. و لا که اینجا دقت کنید، الان تا اینجا و لا که نون تشدید داره. الان ما برای خواندن نون نیاز به گفتیم که چون تشدید داره آخرین حرکت ما قبل داریم، این کسره میچسبه به نون اولی که ساکن است. ولا کن دقت کنید، کن این نون اول، نون ساکن. ولا کن نه، ولا کن نه، کن نه، ولا کن نه، ولکن نه. دو بار نور خوانده میشه، یک بار به همراه ما قبل، یک بار به تنهایی با حرکت فتحه. ولکن نه تا اینجا. تا اینجا ولکن نه. الف در انگام بس خوانده نمیشه، لام هم به مانند تعبیر بالا در خط بالا هم همین الف و لام رو در ابتدای شیطان داشتیم. الف در انگام بس خوانده نمیشه، لام حرکتی نداره خوانده نمیشه، شین نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. الان ما باید از حرکت فتحه نون دوم کمک بگیریم به چسبانیم به شین. ولکن نش، ببینید ولکن نش، نون یک بار به همراه ما قبل خوانده شد، یک بار خودش میچسبه به ما بعد. ولکن نش شیاطین، ولکن الشیاطین تا اینجا. کفرو کفرو کفرو، را ضمه داره بعدش واو تقویت میشه صدای او میگیره. کفرو، الف هم علامت صفر داره خوانده نمیشه، چه نقش اینجا نداره. یو ع لام تشدید داره، نیاز به الان این لام تشدید داره، خودش کسره داره، کسره رو وقتی که تشدید باشه زیرش می نویسن، زیر حرف می نویسن. الان برای خواندن این لام ما نیاز به آخرین حرکت ما قبل داریم که فتحه عین هست، می چسبه به لام. یعل ل، دو بار خوانده میشه دقت کنید لام رو. یعل ل، یک بار به صورت ساکن به همراه ما قبل. یعل، این وقت بار دوم خودش با کسره که داره. یعل لیمونه، یعلمونه، یعلمونه. دقت کنید که دوبار حتما باید لام کاملا واضح باشه دوبارش. یعلمونه، یعلمونه تا اینجا. خب الف که خوانده نمیشه، لام هم همچنان، الف به خاطر اینکه الف وصل است در وصل هست میشه، لام هم کلمات نداره از حروف والی هست، واو الف لام یا، این چهار حرف اگر هیچ حرکتی نداشته باشن خوانده نمیشن که لام یکی از اون هست. نون مشدد نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که نون فتحه نون ما قبلش است. این نون میچسبه به این نون. یعلمونن نن
این نون اول، این نون اول به همراه ماقبل خوانده میشه یعلمونن ناس، یعلمونن ناس. تا اینجا بریم خط بعد ببینیم اونجا چطور است وضعیت. این الف خوانده نمیشه در انگام وز، لام هم به همین شکل چون علامت نداره خوانده نمیشه، سین تشدید داره، این سین مشدد نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. برای خواندن این سین مشدد ما نیاز به آخرین حرکت ما قبل داریم. لام حرکت نداره، الف حرکت نداره، میریم خط ما قبل. سین فتحه داره، آخرین حرکت ما قبل سین فتحه دار هست. فتحه سین میچسبه به سین دوم. الان ما برای خواندن این کلمه السهر اینجا ما نیاز به فتحه سین داریم. فتحه سین میچسبه به این سین. چطور میشه؟ میشه یعلمونن سسحرا، یعلمونن سسحرا. این خودش که سحرا هست، خود این کلمه سحرا، اما در هنگام وصل کلمه ما قبل به اون یعلمونن سسحرا. یعلمون الناس السحر. ادامش و ما. الان این ما یک علامت اضافی هم اینجا داره که علامت به این میگیم مد. این علامت رو ما میگیم مد، یعنی کشیدن. روی واو و الف و یا قرار میگیره، فقط روی علامت مد، روی سه حرف واو، الف و یا قرار میگیره و کشیده میشه اینجا. و ما وما انزل. الان اینجا این همزه هست، هر الفی که روی علامت شش کوچک دیدیم این علامت به اون همزه گفته میشه. انزل. نون وقتی که علامت نداره، نون این نون ساکن هست، نون وقتی که علامت نداشت، ما در برنامه‌های گذشته هم به تفصیل صحبت کردیم در این باب و گفتیم که ما در نون ساکن یا تنوین که نوعی از نون ساکن حساب میشه، ما چهار قاعده داریم و این قاعده ها قاعده هایی هستن که جز قواعد احکام نون ساکن حساب میشن و فقط تلفظش مهم هست، این که بدونیم چطور تلفظ میشه. بعد از نون ساکن یا تنوین اگر حرف با قرار گرفت، ما اون نون رو میم تلفظ میکنیم، مثل کلمه زنبور در فارسی، و این قاعده رو ما بهش میگیم اقلاب. در فارسی هم استفاده میشه، در عربی هم به خاطر آسانی در تلاوت. این قاعده اول بود، قاعده اقلاب. اقلاب با قاف. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین، بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با قرار بگیرن، اون نون ساکن یا تنوین میم تلفظ میشه، که در مصحف عثمانی‌ها شما همیشه میبینید که یک میم گذاشته شده، یعنی نیازی نیست که شما فکر بکنید، به راحتی این قاعده قابل تشخیص است، قاعده اقلاب. قاعده دوم قاعده اخفا هست. قاعده اخفا هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از، حالا قاعده اظهار بگیم بعد بریم سراغ اخفا. قاعده اظهار، قاعده دوم، هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف حلقی قرار گرفت، قاعده اظهار با تا، یعنی ظاهر کردن، ظاهر کردن. این قاعده هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از شش حرف حلقی، شش تا حرف که از حلق ادا میشن، ما ان شاء الله در برنامه های بعدی درباره مخارج حروف صحبت میکنیم ان شاء الله. در شش حرف ما از هر قدام میشن همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این شش حرف اسم حروف حلقی مشهورن. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این شش حرف قرار گرفت، آن وقت نون از مخرج خودش ادا میشه، یعنی به اون ظاهر میشه از همون مخرجی که است. به این قاعده ما میگیم قاعده اظهار. قاعده سومی هم داریم که قاعده ادغام گفته میشه، که اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف یرملون یا را میم لام واب و نون قرار گرفت که سر هم نوشته میشن، میشن یرملون، اون وقت نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعد، هر حرفی که باشه نون ساکن یا تنوین تبدیل به حرف ما بعد میشه. این قاعده رو ما میگیم ادغام، یعنی تبدیل شدن به ما بعد و دغم شدن، یعنی تبدیل شدن، یکی شدن به حرف ما بعد. و قاعده چهارم هم قاعده اخفاء هست. قاعده اخفا اگر بعد از نون ساکن یا تنوین با نبود، حروف حلقی نبود، حروف یرملون هم نبود،
اون وقت قاعده چهارم اجرا میشه که بهش میگیم قاعده اخفا، یعنی مخفی کردن نون در هنگام تلفظ. نون در هنگام تلفظ از بینی ادا میشه، صدا از بینی ادا میشه. مثلا منکم، کلمه منکن رو نمیگیم منکم، میگیم منکم. از بینی صدای نون رو ادا میکنیم و مخفی میشه تلفظ نون، صدای نون در بینی. به همین خاطر بهش میگن اخفا. این قاعده ها چهار قاعده ای هستن که ما در احکام نون ساکن یا تنوین باید مد نظرمون باشه. قاعده اقلاب، وقتی بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با بیاد. قاعده اظهار، بعد از نون ساکن یا تنوین همزه و ها و عین و ها و غین و خا یا حروف حلقی بیاد، شش تا حرف حلقی. قاعده ادغام اینه که بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف یرملون بیاد که در این حالت نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعد خودش. و قاعده چهارم قاعده اخفا هست که هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین غیر از این سه دسته قرار گرفت، اون وقت دیگه اخفا میشه. نون های ساکنی که تن اخفا میشن، نون ساکن رو شیخ عثمان طه علامت ساکنش رو هم مخفی میکنه. موان مثال در این مثالی که ما الان هستیم، در این قاعده اینجا الان این نونی که ما میبینیم علامتش مخفی هست، این علامت ساکنی داشته که شیخ عثمان طه مخفیش کرده، ننوشته تا نشان بده، یک گوشه اشاره ای بکنه که همون گونه که من علامت این رو ساکنش رو مخفی کردم، شما هم در تلفظ این رو اخفا کنید و مخفیش کنید، مخرجش رو در بینیم. و ما انزل، اینجا ما در تلفظ الان در تلفظ این نون ساکن اینجا مخرج خودش رو ادا نمی‌کنه، نمیگیم انزل انزل، نون رو از مخرج خودش ادا نمی‌کنیم، بلکه صدای نون رو از بینی ادا می‌کنیم. و ما انزل انزل. خب علا اینجا علل عن این فتحه داره، لام فتحه داره، یا هیچ علامتی نداره، یا هیچ علامتی نداره، خوانده نمیشه. هر چهار حرف واو، الف، لام و یا که یکی از اونها یا هست، حروف والی، اگر هیچ علامتی به حرکت روی اونها نبود خوانده نمیشه. لام، این الف الف وصل در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قلب داره که فتحه لام هست. الان چی میشه؟ علل علل ما لا کی نه علل ملکی نه علل ملکی نه بی با بلا، با پرخونده نمیشه، بی با بلا ها روتا ها روتا. ها هم فتح بعد شلف پرخونده نمیشه. ها ها نه، نباید بگیم هاروتا هاروتا، نه، ها ها روتا و ما روتا هاروتا و ما روتا. اینا اسم هاروت و ماروت، اسم دوتا فرشته الله تعالی است. هاروتا و ما روتا. اینجا علامت جیم یعنی اجازه داریم که اینجا توقف بکنیم، اجازه هم داریم که گذر بکنیم، هر دوتاش جایز هست، فرق نمی کنه گذر بکنیم یا متوقف بشیم. اما اگر اینجا اگر گذر کردیم که خب همون هاروتا و ماروتا خوانده میشه. اگر توقف کردیم اینجا، یعنی آخرین کلمه‌ای که خواندیم قبل از نفس گرفتن اینجا بود، یعنی اینجا ایستادیم دوباره نفس گرفتیم تلاوت رو از اول شروع کردیم ادامه دادیم، اینجا دیگه تا اون موقع ساکن میشه، میشه چی؟ هاروتا و ماروت ماروت. اون موقع دیگه اینجا تا بعد ساکن میشه. بریم خط بعد. وما يعلمني يعلمني. لام دو بار خوانده میشه، یک بار به همراه ماقم، یک بار هم به تنهایی با کسره که خودش داره. يعلمني يعلمني من. اینجا کدوم قاعده صورت میگیره؟ انشاءالله که به نتیجه رسیده باشید. اینجا قاعده دوم صورت میگیره، قاعده دوم قاعده اظهار هست، دومی که الان گفتیم. ترتیب زیاد مهم نیست، دوم چی باشه سوم چی باشه، مهم خود قاعده است. قاعده اینجا قاعده نون ساکن بعدش چی است؟ همزه از حروف حلقی است، از حروف حلقی است. اینجا من، به همین خاطر میبینیم که ساکن روش رو هم شیخ عثمان طه ظاهر کرده. من نمیگیم من نه، من سریع گذر میکنیم. من احدن، این تنوینه،
این علامت دو تا فتح با هم، دو تا کسره با هم، دو تا ضمه با هم یعنی تنوین. این علامت رو ما بهش میگیم تنوین. تنوین نشان از یک نون ساکن محذوف داره. این کسره که همون کسره دال هست که خب بوده از همون اول. این کسره دومی نمایندگی میکنه از یک نون ساکنی که اینجا بعد از احدین یک نون ساکن بوده که حذف شده. به جای اون نون ساکن حذف شده که در نوشتن کار ساده تر بشه، یک کسره اضافه اینجا زیر این کسره اول گذاشته شده تا به ما نشان بده که اینجا یک نون ساکنی هست شده. به همین خاطر این رو ما اسمشو گذاشتیم تنبین، یعنی آوردن نون. هر جا که همچین علامتی ما میبینیم یعنی یک نون ساکن باید اضافه بکنیم اون کلمه. اینجا اینطور خوانده میشه احدن دن احدن. خب الان بعد از نون ساکن یا همون تنوین اینجا الان باز باید ببینیم کدوم قاعده اجرا میشه. الان بعد از این نون ساکن هم چی اجرا میشه، کدوم قاعده اجرا میشه؟ مثل این قاعده قبلی بعد از نون ساکن، اینجا بعد از نون ساکن حرف حلقی بود، اینجا بعد از تنوین که همون نوعی از نون ساکن هست اینجا هم باز حرف حلقی داریم. ها یکی از اون شش حرف حلقی است، همزه و ها جفتشون هستن. اینجا هم قاعده اظهار صورت میگیره. به همین خاطر قشنگ میبینیم که این دو تا تنوین رو شیخ عثمان گذاشته زیر هم قشنگ مرتب. در قاعده هایی که اظهار صورت نمیگیره تنوین ها رو یک کمی تقدیم و تأخیر میده، شکل نوشتنش هم اگر دقت کرده باشید فرق میکنه. اینجا اظهار میشه، میشه من احدن حتی، نمیگیم احدن حتی، نه من احدن سریع گذر میکنیم، من احدن. شاید خیلی از دوستان این رو در موضوع اخفاء و اظهار مد نظرتون باشه. خیلی از عزیزان شاید در تلفظ به راحتی میتونن تلفظ بکنن، یعنی از بس تمرین کردن و تکرار کردن بدون اینکه این قواعد رو حفظ باشن، قاعده اخفاء یا اظهار یا اقلاب یا ادغام اجرا میکنن. مهم اجرای قاعده است، مهم اینه که ما اجرا بکنیم و بدونیم که چطور اجرا بکنیم و ما اینها رو بیان میکنیم تا یاد بگیریم برهان. اما تنها یاد گرفتن مهم نیست، اجرا کردنش خیلی مهمتر است. اگر انسان حتی ندونه که چطور چرا اینجا اخفا میشه یا چرا اظهار میشه، اما اظهار بکنه و اخفا بکنه و ادغام بکنه، به هر حال تلاوتش درست است ولی اینکه قواعد رو هم بلد نباشه. اما خب راه اول، قدم اول اجرای درست یادگیری قاعده است. برگردیم اینجا، ما الان من احدن حتی تا دوبار خوانده میشه، حتی یک بار که مشدد هست با ما قبل، حد بار دوم فتح بعدش الف پر هم خوانده نمیشه، حتی یقول یقول مد میشه، اینجا میکشیم پر هم خوانده نمیشه، یقول انما 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 نحن فت نتون. الان اینجا بعد از تنوین باید ببینیم کدوم قاعده اجرا میشه. بعد از تنوین قاعده اخفا صورت میگیره اینجا، چون فا نه ظروف حلقی است و نه ظروف یرملون و نه با هست. سه قاعده اول صورت نمیگیره، قاعده چهارم صورت میگیره. یعنی ما در هنگام تلفظ نون اون رو از بینی ادا میکنیم به همراه مقداری توقف در هنگام مخرجش، در هنگام تلفظش از مخرج بینی. فتنتون فتنتون فلا فتنتون فلا فلا تک فر تک فر. این هم کلمات سلاس، یعنی وصل کردن اولاست. اینجا وصل بشه بهتر است. اینجا وصل رو وقف، اینجا این کلمه تکفر در حالت وصل و وقف فرقی نمی کنه تلفظش، چون آخرش خود به خود ساکن هست، این ساکن خودش ساکن هست. فیتعلمون فیتعلمون، در این کلمه فقط همین لام رو باید بیشتر دقت کنیم، بقیش که آسان است. لام دوبار خوانده شه علمون فیتعلمون منهما. اینجا نون ساکن بعدش های دو چشم، های دو چشم اومده که یکی از حروف حلقی است. های دو چشم هم یکی از حروف حلقی است. اینجا نون اظهار میشه، اینجا از مخرج خودش ادا میشه، من هما من
هما ما یفرقون یفرق دقت کنید دوبار خانه میشه را یه بار به امر ما قبل یک بار به کسره خودش یفرقون بهی کسره بعدش یا این یا هست این یک شکلی از نوشتن یا هست کسره بعدش حرف یا صدای ای میگیره یفرقون بهی نمیگیم بهه اگر این نبود اگر این ریای کوچک اینجا نبود این بهه میشد بهه اما چون یا آمده بهی یفرقون بهی بی نه الف خوانده نمیشه لام نیاز با آخرین حرکت ما قبل داره بینل مر ای مر ای بینل مر ای و زو جه خط بیارم بالاتر براتون و زو جهی اگر اینجا وصل کنیم کلمه رو اگر اینجا ما قصد ادامه داشته باشیم چون اینجا اجازه وقف داریم دیگه اینجا جیم یعنی اجازه وقف داریم اگر خواسته باشیم در هر دو حالت حالا میرسیم چطور خوانده باشه اگر ادامه دادیم میشه زو جهی به خاطر اینکه بعد از کسره یا آمده ها صدای یا میگیره زو جهی صدای ای میگیره زو جهی اگر ادامه ندادیم توقف کردیم در اینجا آخرین حرکت ساکن میشه این ها رو ساکن میکنیم این رو هم ساکن میکنیم زو جه زو جه در ادامه و ما هم اینجا میم رو علامت ساکن نگذاشته شیخ تاها شیخ عثمان اینجا روش علامت ساکنش رو نگذاشته مثل نونهای ساکنی که علامت نمیگذاشت که اخفا میشد میم هم هر وقت بعد از میم حرف با قرار بگیره هر وقت بعد از حرف میم حرف با قرار میگیره ما به اصطلاح این رو میگیم اخفای شفوی در هنگام تلفظ اینجا مقداری اخفا گویی انگار که اینجا اخفا میشه و اینجا در همین کلمه خود تعبیری که اینجا داریم و ما هم بضارین میگیم و ما هم بضارین این وقتی که میخوایم میم رو تلفظ بکنیم گویی که کل میم و ما هم نمیچسبونیم لبها رو به هم مقداری لبها فاصله میگیره یک کاغذ انگار میتونه گذر بکنه بین اینها این رو به تفصیل دربارش انشالله بعد از ماه مبارک انشالله دربارش صحبت خواهیم کرد بعد از ماه مبارک رمضان انشالله شروع میکنیم موضوع مخارج حروف رو و یک چند تا دندون مصنوعی میاریم انشالله میگذاریم رو میز یکی یکی دندان ها رو معرفی میکنیم مخارج حروف رو و مفصل دیگه میریم در بحث روخ قواعد تجوید داخل میشیم و دیگه کمتر به این مباحث تجوید و تشدید و تنوین و کسره و فتحه میپردازیم ان شاء الله که در ماه مبارک هم عزیزان بیشتر تمرین خواهند کرد که مرحله روخانی رو دیگه ما پشت سر میذاریم میریم در روانخانی و تجوید به امید الله متعال در این مثال الان هم من فقط اینو بخاطر این اشاره کردم که شاید برای بعضی از عزیزان جای سوال پیش بیاد که چرا میم ساکنش گذاشته نشده اینجا به هر حال اون قاعده کلی یادتون باشه فقط 4 حرف هستن که اگر علامتی نداشتن خوانده نمیشن میم از اونها نیست اون 4 حرف واو الف لام و یا هستن که سر هم نوشته بشن میشه والی میم اون از اونها نیستن و ما هم این دار در تلفظ میشه و ما هم بضا اینجا ضاد فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره و ضاد یکی از اون 8 حرف هست که پر خوانده میشه صاد ضاد تا ضا غین و قاف و خا و را این ضاد پر خوانده میشه بعدش هم مد داره و بعد از مد تشدید داریم الان این تشدید رو چطور بخونیم الان میرسیم بهش و ما هم بضار این صدا رو میچسبونیم این حرکت مدی که اینجا هست خود همین صدای مد به خاطر همین اصلا اینجا مد میشه دلیل ایجاد مد هم تشدید بعدی هست دلیل ایجاد مد در این کلمه تشدید بعدی هست به خاطر این تشدید اینجا مد میشه که ما بتونیم آخر مد رو بچسبونیم به حرف رای ساکن اولی اینجا الان 2 تا را داریم یکی اولی ساکن هست دومی کسره هست در تلفظ رای ساکن اول نیاز به حرکت داشتیم ما
الان چون یک حرکت الف اینجا داریم، ما دیگه از حرکت ضاد کمک نمیگیریم. ما اینجا یک الف داریم، این یک حرکت خودش، یک الف یک حرکته. چون ضاد و الف خودشون یک حرکت الف رو تشکیل دادن، اینجا صدای آ میگیره، همین رو مقداری مد میکنیم، میکشیمش تا بتونیم راحت تر این رو بچسبونیم به حرف رای ساکنه اولی که وجود داره. تلفظش این گونه میشه: و ما هم بضار. ببینید آخرش بضار، ری رو، ری ساکن اول رو در امتداد مد تلفظ میکنیم، بضار رینا. دومی که راحته، دومی که کسره میگیره، رای اول یک مقداری تقت میخواد، و ما هم بضار رینا. سریع گذر میکنیم، بضار رینا بهی بهی من احد الا باذن الله. لفظ جلاله الله الفش خوانده نمیشه، لام اولش هم خوانده نمیشه، لام دوم نیاز به آخرین حرکت ماقبل داره، از کسره کمک میگیریم. نون، کسره نون میچسبه به لفظ جلاله، و چون لفظ جلاله ماقبلش ساکن هست پر خوانده نمیشه. الان ما در تلفظ لفظ جلاله در این تعبیر میگیم به اذن الله، نمیگیم به اذن الله، اینجا پر خوانده نمیشه. قاعده کلی رو یادتون هست حتما، گفتم لفظ جلاله هر وقت ما قبلش کسره باشه باریک خوانده میشه، و هر وقت ما قبل لفظ جلاله فتحه یا ضمه باشه پر خوانده میشه. اگر حرکت ما قبلش بالای حرف بود پر خوانده میشه، پایین حرف بود باریک خوانده میشه. جیم هم کنی میتونیم اینجا وقف کنیم. اگر وقف کردیم میشه چی؟ به اذن الله، ها ساکن میشه، به اذن الله. اگر گذر کردیم به اذن الله و یتعلمون و یتعلمون ما یضرهم، اینجا فقط رای کمی دقت میخواد، ضر روهم، دو بار میخونیم، ضر روهم، یک بار کاملا ساکن به همراه ما قبل، ضر روهم، ما یضر روهم ولا یا، اینجا نون ساکن است، نون رو فراموش نکنید، یا فتحه داره، این نون علامت ساکنش مخفی شده تا دلالت بکنه بر اخفا شدن در اینجا، اینجا قاعده اخفا صورت میگیره، یا فعوهم ولا ينفعهم، علامت جیم هم یعنی اجازه وقف داریم یا گذر کردن. ولقد، یک توضیح من درباره این علائم بدم، این علائم بیشتر به خاطر این است که اینجا اگه ما وقف کردیم دیگه نیازی نیست که از قبل برگردیم تکرار بکنیم، این علائم این کمک رو به ما میکنه. هر از این علائم وقف دیدید که اجازه داشتیم وقف کنیم یا گذر بکنیم، اینجا دیگه نیازی نیست اگر اینجا توقف کنیم برگردیم یک دو کلمه از قبل تلاوت کنیم. اما جایی که علامت نیست و عزیزان ترجمه هم بلد نیستن، جایی که انسان توقف کرد نفس انسان کم میاد، مثلا همین خط بالایی، الان ما در خط بالایی مثلا همینجا و ما هم بضارین به، مثلا اینجا اگر کسی توقف کرد، خب الان اینجا علامت وقف اینجا نیست، به همین خاطر دیگه از قبل دوباره دو سه کلمه قبل شروع میکنیم به خواندن. اما اگر جایی علامت وقف دیدیم مثل اینجا در همین کلمه جیم خودمون، این جیم با کلمه ولا ينفعهم، دیگه نیازی نیست که انسان، برای اینکه اونجا ورس کردن هم بهتر باشه، اگر انسان وقف کرد نیازی نیست که برگرده عقب، میتونه از همون جا ادامه بده. در ادامه ولقد، ولقد دال ساکن هست، گفتیم که پنج حرف اگر به خاطر داشته باشید، پنج حرف قاف تا با جیم و دال که سر هم نوشته بشن میشه قطب جد. این پنج حرف در هنگام ساکن بودن تنها حروفی هستند که وقتی که ساکن هستند در هنگام تلفظ همون حرف ساکن، اینها هم مقداری در مخرج میلرزن حرفشون، بقیه حروف نمیشه، این اتفاق نمیفته، فقط در همین حروف. اینجا مثلا در حرف دال در این مثال ولقد، دال رو دقت کنید تلفظش رو، لقد، نمیگم لقد، لقد، یک مقداری دال اینجوری خشک نیست، الان میگیم لقد، هیچ حرکتی نداره، این سکون محضه دیگه، لقد،
تا میرسیم به دال صدا رو قطع میکنیم. این نه، اما این پنج حرف قاف تا با جیم دال اینا اینجور نمیشه. لقد نمیگیم اینجا، میگیم لقد. لقد نگاه کنید همینجا مثلا میم، میم هم الان اینجا ساکنه دیگه، میم الان میم قلقله نمیشه، دال میشه. فرق میم و دال چیه؟ لا ينفعهم هم، میم هیچ حرکتی پیدا نمیکنه، نمیگیم هم هم، نه لا ينفعهم. ولی در دال ولقد یک مقداری دال رو دقت کنید، لقد این در هنگام تلفظ دال مخرج میلرزه، نمیگیم ولقد ولقد لقد. این حرکت قلقله دال رو بعضی متاسفانه به حرفای دیگه هم میکشونن. به جز این پنج حرف قاف تا با جیم و دال نباید در ساکنهای دیگر این اتفاق صورت بگیره. مثلا در میم ولا ينفعهم هم، نشه ينفعهم، میم انگار که کسی بعضیا بهش میدن. ولقد علیمو علیمو الف خوانده نمیشه، لامنه تا اینجا، لامنه این کلمه تا اینجا اینطور خونده میشه. بریم خط بعد. الف در هنگام وصل خوانده نمی شود، شین ساکن نیاز به آخرین حرکت ماقبل داره، از ماقبل کمک میگیریم، الف که حرکتی نداره. برمیگردیم خط قبلی، آخر خط قبلی نون ساکن رو داریم، از نون ساکن کمک میگیریم، نون ببخشید نون مکسور، نون کسره دار، از کسره نون کمک میگیریم، نون میچسبونیم کسره رو به شین. لمنش لمنش تراهو، اینجا را فتحه داره و بعد شرف قرار گرفته، را صدای آ میگیره و چون را یکی از اون هشت حرف هست پر خوانده میشه. لمنش ترا، نمیگیم لمنش تره، لمنش ترا هو، پر خواندن یعنی دهان به سمت بالا باز میشه. لمنش ترا هو ما لهو، ما لهو ضمه بعدش واو قرار گرفته، ما لهو. این حرف به تنهایی میشه فی کسره، فا کسره داره بعدش، یا میشه فی. اما شکل کلمه بعدی در نحوه تلفظ این کلمه هم تاثیرگذار هست. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ماقبل داره، الف حرکت نداره، یا هم حرکت نداره، این کسره مال فا هست، کسره فا میچسبه به لام میشه چی؟ فل فل دیگه نمیگیم فی، فل ا، این همزه فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره. فل ا خیراتی، فل ا خیراتی من خلاق. این در انگام توقف یا همون وقف کردن این ساکن میشه. قاف اینجا اگر ما توقف کردیم، چون قاعده کلی توقف این بود که قاعده وقف که حرف آخر ساکن بشه چی میشه؟ خلق. و چون قاف هم یکی از اون پنج حرف قطب جد هست، یک مقدار در مخرج میلرزه، من خلق. این در هنگام توقف، در هنگام وقف. اما اگر ادامه دادیم، اگر ادامه دادیم اینجا قاف تنوین داره، تنوین بعدش چی آمده؟ حرف واو آمده بعد از نون ساکن، اینجا نون ساکن اول، اینجا چون حرف حلقی آمده بود بعدش نون ساکن، اینجا بعدش حرف حلق آمده بود اظهار شد. من خلق، من خلق، نمیگیم من خلق، نه من خلق. تنوین قاف بعدش واو آمده، یکی از حروف یرملون هست، یعنی بعد اینجا قاعده ادغام صورت بگیره، تنوین تبدیل میشه، اون نون تنوین تبدیل میشه به واو. نمیگیم من خلاقن، به جای نون واو تلفظ میکنه، من خلاقم قم. این کسره رو جای خودش ثابت نگه دارید. این کسره دوم که نمایندگی از نون ساکن میکرد، به جای اینکه نون تلفظ بکنیم اون رو واو تلفظ میکنیم، خلاقم خلاقم و من خلاق و من خلاق و
دقیق کنید دو تا واو شد دیگر، یکی اینجا واو ساکن که با قاف خوانده میشه، کسره قاف، خلق و لبئس، لبئس، لبئس. وما له، ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا، راو الف خوانده میشه، شروا به. الان بعد از کسره ها یک یا داریم که یک مد هم داره، صدای ای میگیره و این کشیده میشه، به ما شروا به انفسهم. اینجا نون ساکن، نون ساکن بعدش حرف فا قرار گرفته، علامت ساکنش رو مخفی کرده شیخ، اینجا اخفا میشه، انفسهم، انفسهم. لو، لو کانو، لو کانو یعلمون. نون در آخر ساکنه، دقت کنید که حرکتی نکنه، یا لمون. این آیه 102 از ابتدای آیه با هم تلاوت میکنیم یک بار، ماشاءالله آیه طولانی هم است، حدود بیش از نصف صفحه است. و تبعو، اینو من یکم سریعتر تلاوت میکنم که بریم آیه بعد. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. آیه 103 رو برنامه شما آغاز میکنیم. ولو، و لو انهم، فتحه مشتشدید به همراه فتحه ماقبل خوانده میشه یک بار، یک بار خودش به تنهایی، انهم امنو، الف خوانده نمیشه، این الف هم اینجا خوانده نمیشه، واو میچسبه به تا، و تقو، و تقو، الف خوانده نمیشه، الف دوم، ولو انهم امنو و تقو لا مثوبتون. تنوین بعدش حرف میم آمده، حروف یرملون تشدید اینجا تبدیل میشه به حرف مبعد خودش، به همین خاطر میم تشدید گرفته، لا مثوبتون. این نون بعدش حرف حلقی آمده، اینجا اظهار میشه، اینجا ادغام شد، اینجا اظهار میشه، اینجا اخفا میشه. سه تا قاعده پشت سرم، ادغام چون بعدش حرف یرملون آمده، اینجا چون حرف حلقی آمده این اظهار میشه، اینجا چون بعدش حرف نه حلقی نه یرمنون نه با، اینجا اخفا میشه که ساکنش رو هم شیخ عثمان نگذاشت تا نشون بده که اخفا میشه. لمثوبتم من عند الله، لفظ جلاله پرخوانده نمیشه، خیر
اگر وقف کنیم میشه خیر. اگر ادامه دادیم تنوین بعدش لام اومده، حروف یرملون تبدیل میشه به حرف مبد، خیرل خیرل لو خیرل لو. به جای این واو دوم لام تلفظ میکنیم، خیرل لو کانو یعلمون. اجازه بدید آیه بعدی رو هم بریم، بعد تلاوتش رو هم با هم بخونیم. یک بار یا یا، تا اینجا یا فتح بعدش الف، مد هم داره، پرم نمیشه. یا ای، همزه میچسبه به یا، یا ای یوها، به تنهایی میشه یا ای یوها. اما شکل کلمه بعدی در این هم تأثیر گذار است، الف خوانده نمیشه، لام تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که از این فتح کمک میگیریم. یا ایوهل، یا ایوهل لذی نه، یا ایوهل لذی نه. اینجا این الف، این الفی که اینجا قرار گرفته، سبب شده که ما از این الف استفاده نکنیم. اگر اینجا این الف نمی بود، این الف الذینه، این الف وصل نمی بود، این هم مثل اون چیز می شد، ضارینه. الف رو اونجا ما به را چسباندیم، اون الف رو انقدر مد کردیم که چسبید به حرف بعدی. اگر این الف وصل این وسط نمی بود، این الان نه خودش خوانده شد، نه گذاشت که این الف نقشش اجرا بکنه. اگر متصل بعد از این الف لام می بود، این موقع دیگه اینجا مد می شد و این خود الف می چسبید به لام. اما وجود این الف وصل اینجا معادله رو تغییر داد. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا، الف خوانده نمیشه، مثل الفی که اینجا خوانده نشد، را عینا، را حرف را فتحه داره بعدش الف پر خوانده میشه، را عینا و قولوا. اینجا دقت کنید، و قولوا، خب این الف خوانده نمیشه، الف بعدش هم خوانده نمیشه، نون ساکنه، این الان ساکنه، ساکن نیاز داره به چی؟ آخرین حرکت ما قبل، این که حرکت نداره، اینم نداره، اینم نداره، از ضمه لام استفاده میکنیم. وقو لون، دقت کنید نون اینجا باز ساکن، چون اخفا هم میشه، چون اخفا میشه، خودش علامت ساکنش هم شیخ نگذاشته به خاطر اینکه اخفا میشه، اینجا لام میچسبه به نون. وقو لون ورنه، وقولوا ضرنا، وقولوا ضرنا، دقت کنید، واسمعوا واسمعوا. این قلا هم یعنی وقف اینجا اولا هست، بهتره که وقف بشه. ولیل کافرین عذاب، این عذاب تنوین بن، اینجا تنوین اون، بعدش الف قرار گرفته، اظهار میشه. شیخ عثمان طه هر جایی که اظهار بشه تنوین اون به این شکل می نویسه، اگر اظهار نشه به شکل دو تا ضمه با هم می نویسه، دو تا ضمه کنار هم که مثالش گذاشت. عذابون اینجا چون بر از تنوین یک از حروف حلقی اومده، همزه اوها، عین و ها، غین و خا، یک از اون شش حرف، اینجا تنوین اظهار میشه. عذابون علیم، نمیگیم عذابون علیم، نه، نون رو از مخرج خودش ادا می کنیم، سریع هم گذر می کنیم، عذابون علیم علیم. میم، ببینید اینجا الان اینم تنوین اونه، اینم تنوین اونه، تنوین هایی رو که اظهار میشه به شکل اصلیش که این هست می نویسه شیخ عثمان، اونه که اظهار نمیشه به این شکل نمیشه، چون اگر اینجا آیه رو ادامه بدیم با آیه بعدی به چسبونیم اینجا ادغام میشه. خب این دو آیه رو بخونیم با هم. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما، این تشدید به خاطر این هست که اگر ما آیه قبلی رو چسبوندیم به این، اون موقع ادغام میشه، تنوین بعدش میم قرار گرفته، تنوین تبدیل میشه به حرف مبد، میشه عذاب أليم ما يود.
این تشدید به خاطر این هست. وگرنه وقتی که از خود آیه شروع کنیم، از خود این کلمه، دیگه نیاز به این تشدید نیست. میشه ما یود دو، ما یود دو. این تشدید در حالتی این تشدید خوانده میشه که آیه قبلی رو بعد بچسبانیم به این آیه. اگر نچسبانیم دیگه این تشدیدی در کار نیست. ما یود دو. تا اینجا خط بعدی الف خوانده نمیشه، لام نیاز به آخرین حرکت مقابل داره. برمیگردیم به خط بعدی، میایم به اینجا دال، دال رو باید بچسبونیم به لام. ما یود دو الذین، ما یود دو الذین کفرو، کفرو من اهل الكتابی و لا. این خودش تنهایی میشه لا، اما چون الف خوانده نمیشه و لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، ولل، ولل مشرکین. اینجا هم ببینید باز این الف سبب شد که ما این الف رو نچسبونیم به این، این الف وصل وسط سبب شد که ما از این الف نتونیم استفاده بکنیم، اگر نه میشد که این رو بون چسبون. ولل مشرکین. اینجا نون ساکن بعدش یا آمده، یکی از حروف یرملون هست، نون باید تبدیل بشه به حرف ما بعدش، یعنی به جای نون ساکن باید یا تلفظ کنیم، میشه ای یونزل. به جای نون یا فرض کنید ای یونزل، ای یونزل علیکم من، اینجا نون بعدش حروف حرقی هست، اظهار میشه من خیرن. اینجا اظهار شد، اینجا تنوین بعدش حرف میم، اینجا تبدیل به حرف مابعد میشه، ادغام میشه، میگیم خیرم، خیرم من. اینجا باز نون بعدش را اومده، ادغام میشه، اینجا نون بعدش را اومده، حرفی ارملون هست، نون تلفظ نمیشه، به جای نون را تلفظ میشه. هم اینجا ادغام شد، هم اینجا ادغام شد. این دو تا قاعده رو دقت کنید، اینجا اظهار میشه من خیرم مر ربکم، مر ربکم، به جای نون را تلفظ میکنیم، مر رب بکم. والله، لفظ جلاله پر خوانده میشه چون مقابلش فتح است، والله نمیگیم والله، 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 دقت کنید تفاوت پر خواندن و باریک خواندن. والله الان پر خوانده شد، والله این باریک خوانده میشه، این اشتباه است، وقتی فتح است بعد پر خواند. والله یختصو، تصو دوبار خوانده میشه، یختصو برحمتهی، برحمتهی. اینجا نون بعدش یا آمده، تبدیل میشه به حرف ما بعد، به یا، به جای نون بعد یا تلفظ کنیم، می یشاء. اینجا قاعده ادغام صورت گرفت، نون ساکن بعدش یا آمد، تبدیل شد به یا، می یشاء. هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین از حروف یرملون آمدن، تبدیل میشه به حرف مابعد. والله پرخوانده میشه، لفظ جلاله. این ذو هست، ذو، اما الف حرکت نداره، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، این سبب میشه که ما از ضم استفاده کنیم. ذل فضل لل، ذل فضل لل عظیم. میم آخر رو ساکن میکنیم، هیچ حرکتی بهش نمیدیم. این آیه یک بار از اول با هم میخوانیم. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خیر من ربكم والله يختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. میم رو دقت کنید که چرکت پیدا نکنه. این صفحه رو تلاوت این صفحه انشاءالله به همراه شما عزیزان میشنویم کامل با صدای استاد محمد صدیق منشاوی رحمت الله علیه و تکرار شاگرد. شما هم سعی بکنید تکرار بکنید، بعد از اون ان شاء الله تماس های تلفنی شما عزیزان رو خواهیم داشت در تلاوت همین صفحه. و پیشاپیش خواهش من از همه عزیزانی که تلاوت میکنن این هست که از نصف صفحه بیشتر تلاوت نکنید، یا آیه 102 رو بخونید یا بخش دوم رو از نصف صفحه، اجازه بدید بیشتر نشه که وقت برای همه عزیزان به اندازه کافی باشه. تلاوت رو گوش میکنیم، برمیگردیم با تلفن شما عزیزان در خدمت شما خواهیم.
الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم
با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، شماره تماس رو احمد جان براتون زنویس کرده و میتونید با این شماره تماس بگیرید. و باز هم تاکید میکنم عزیزانی که تماس میگیرن، موضوع برنامه ما روحانی قرآن کریم است. این صفحه رو که تلاوت شد، همین صفحه رو عزیزان انشاءالله تلاوت خواهند کرد و برای عزیزان هم باز عزیزانی که تلاوت میکنن این صفحه رو، باز خواهش من این هست که از نصف صفحه بیشتر تلاوت نکنید تا فرصت برای دیگر عزیزان هم باشه. و عزیزان خردسال هم که هر کجای قرآن کریم که خواستن تلاوت بکنن آزادن. و با بسم الله الرحمن الرحیم اولین برنامه امروز رو، اولین بیننده برنامه امروز رو دریافت میکنیم صدای گرمشون رو. سلام علیکم، برنامه روحانی قرآن کریم بفرمید. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمید. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام علیکم، بفرمید. بخط هستی، صحبت بفرمید. بلوچستان. احمد جان ظاهران ایشون صدای منو ندارن. بیننده بعدی عبدالله از ایران. آقا عبدالله از ایران. احمد جان من صدا رو تو استودیو ندارم، بدید تو استودیو. صدا شما هست اینجا آقای سلیمانی؟ من صدای شما رو نداشتم، یک لحظه ببخشید. کوتاهی از طرف برادر. عبدالله از بلوچستان. خوش آمدید برادرم، خوش آمدید. از ابتدای صفحه 16 هم اگر تلاوت بفرمایید ممنون میشه. از ابتدای صفحه 16 هم آیه 101 و تبعو ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أحسنتم، صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الله بسر علي بود، يقينا شما استاد قرآن الكريم هستید. ممنون، متشکرم از تماعت شما، لطف کردید، متشکرم. خدا خدا یارو نگهدار شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، روحانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ اسلام سلمان از تاجیکستان. برادرمون آقا سلمان از تاجیکستان، اگر لطف بفرمایید شما ادامه تلاوت آقا عبدالله از ایران رو ادامه بدید از آیه 103 ولو انهم امنوا واتقوا. بله بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو انهم امنوا تقوا لما ثوبة من عند الله خير
لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ما لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحسنتم. صدق الله العظيم. آقا سلمان عزیز، آیه 104 رو من یک بخشی رو تکرار میکنم، با من تکرار بفرمایید. لا تقولوا راعنا. لا تقولوا راعنا. وقولوا انظرنا واسمعوا. وقولوا انظرنا واسمعوا. وقولوا انظرنا، را ساكن است. وقولوا انظرنا واسمعوا. وقولوا انظرنا واسمعوا. أحسنتم، ما شاء الله، متشكر استاذ محمد. الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متشكر استاذ محمد. شما بنادي بعدي. السلام عليكم. برنامج روحاني قرآن الكريم بفرمايد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالتون المعرفة ميكونيت؟ بلال شما زرمان. آقا بلال عزيز زرمان. بلال جان خوبي شما؟ بله تشکر. متشکر از تماس شما. بسم الله. از ابتدای صفحه های 102 شروع کنید. دو تلاوت کرد. از اول از ابتدای صفحه. بله از ابتدای صفحه شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أرسل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أحسنتم، ما شاء الله. صدق الله العظيم. نسأل خبود، ما شاء الله. متشكر استمعت شما. شكر. ما فرق بشه دلیل نگه داشت، خدا نگه داشت. بیننده بعدی، سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفهمید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ عثمان هستم از ایران. عثمان عزیز از ایران. خوش آمدید عثمان جان. از ابتدای از امتداد تلاوت آقا بلال از آلمان ادامه بدید. آیه 103 رو. آیه 103. ولو انهم آمنوا واتقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن
لعلهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، متشكر استاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بیننده بعدی رو میگیریم. السلام علیکم، روحانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام. السلام علیکم، بفرمایید. سحر خانم از کابل. سحر خانم از کابل، آیه 105 رو خواهم تلاوت کنید، آیه آخر صفحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا فقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، بسرعة لبت من شكرا استمسوا ما فاق بشت بنادي بعدي. السلام عليكم، برنامج روحاني قرآن الكريم، بفهمت. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام. سلام بر شما، خودتون معرفی میکنید؟ عایشه هستم از ایران. عایشه خانم از ایران، از ابتدای صفحه تلاوت کنید خواهرم. از ابتدای صفحه؟ بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، بس لا لبت.
Muchas gracias, Tomás Susuma. خاله ما فرق مشت نه دی بعدی سلام علیکم رو خانی قرآن کریم بفرمید. الو سلام علیکم بفرمید خودت رو معرفی فرمید. ما یک نام مخید نه تا دیکشون باش ما تماس میگیرم. یک بار دیگه نامتون رو ذکر کنید برادر بزرگوار. یک ایمان محی الدین. آقای محی الدین برادر عزیز از تاجیکستان خوش آمدید. از ادامه تلاوت خواهرمون عایشه از ایران تلاوت کنید. آیه 103 ولو انهم امنوا واتقوا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. ماشاءالله بسیار عالی بود بسیار عالی بود. من سوال دارم ممکن است اگه سوال تیم بفرمایید. من خود حافظ قرآنم. از تلاوتتون کاملا مشخص بود. بله من وقتی که من همین قرآن میخونم بعضی وقت همین زبانم گیر میکنه خصوصا حرفا نمیان. وقتی بیشتر قرآن بخونم زبانم میچسبه همین یکم راه دوه. من در این باب صحبت خواهم کرد. چشم انشاءالله. بخیر خدا حافظ شما. الله یار نگهدارش. بیننده بعدی سلام علیکم رخانی قرآن کریم بفهمید. براوی اسم از یک بار دیگه خودتون رو معرفی کنید خواهرم. براوی اسم از زاهدان. خواهر براوی از زاهدان. از ابتدای صفحه شروع کنید بتلا. از ابتدای صفحه بخونید خواهر. و تبع اومدت رو شید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما من يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. احسنتم ما شاء الله. فقط دقت کنید خواهرم روی کلام موفق باشید. من فقط دقت کنید روی کلمه من خلاق زیاد روی کلمه نون توقف نشه. من خلاق. متشکر از تماس شما. ممنون از برنامه خوبتون. موفق باشید. متشکر از تماس شما. بیننده بعدی سلام علیکم. سلام بر شما بیننده عزیز. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمید. سلام بر شما. السلام علیکم. السلام و رحمت الله. علیکم السلام. نامتان چیست برادر بزرگ؟ استاد گرامی نام من تاجدین از روسیه در تماس میشم. ماشاءالله تاجدین جان از روسیه. بله استاد من یک فرزند 14 ساله دارم.
بله. با اسم شعیب. شعیب جان بله. او که در صدق یعنی باغچه کودکونه خیلی فعال است. اما کم ترک شبونه می درس قرآن بخونه. کم ترک نو قدر زغ با زغ درس قرآن بخونه. می خواستم که یکون سخن میکردیم شاید تحصیلش کنه. نه شما چقدر با ایشون قرآن کار کردید؟ روزی چقدر کار میکنید؟ چند ساعت؟ چقدر وقت میگذارید؟ ما روزیش فقط شب بکر میشیم. چند وقت شروع کردید؟ خدا دروغم نکنه از وقتی که شما گفتید استاد که کودکان هم ممکنه خوندن اون وقت خدا دروغم نکنه شاید دو سه هفته میشود. این مقدار گوشی تلفن تو نزدیکتر بگیر صداتون ضعیف شد. دو سه هفته بعد آیا چیزی شعیب جان تا حالا از روخانی قرآن از سوره های کوچک حفظ کردن یا نه؟ بله اندک هست کمی کم و بیش شعیب قرآن میخونید قرآن میکنید استاد گوش میکنید و روی چشم حتما و اگر علاجش باشد یلون سخنی چشم حتما حدش نکرید همسته چشم شعیب جان سلام علیکم سلام علیکم شعیب جان خوب هستین؟ نغزی تنجای؟ سلام هستی سلامت باشین شعیب جان خوب هستی؟ خوب کدام سوره رو برای ما و بیننده ها میخوانیم؟ قلوب الله قلوب الله رو میخوانیم بسم الله از برم نشتان درجیم رحمان نهیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یکن له ولد ولم یکن له کفوا احد ماشاءالله شعیب جان سوره بعدی را کی میخوانی انشاءالله برای ما هفته دیگر یک سوره جدید میخوانی انشاءالله خب کدام سوره رو برای ما میخوانی هفته دیگر انشاءالله؟ باشه انشاءالله احمد جان شماره شعیب جان داشته باش که ما باید زنگ بزنیم به شعیب جان انشاءالله در برنامه های آینده مشارکت کنه با ما الو جانم استاد تلاوتشون خوب بود ماشاءالله بله ماشاءالله ما کوشش میکنیم اگر ادایش باشم من را میخواستم بخونم بسم الله من باز انشاءالله بیشتر صحبت خواهم کرد درباره چگونگی آموزش با کودکان انشاءالله شما تلاوتتون ادامه بدید من انشاءالله باز در ادامه صحبت خواهم کرد در این با انشاءالله تبلو باشه تبلو نشان میدادیم بسم الله سفر ما گذاشتیم تا تصویر به شما برسه از آیه 103 ولو انهم امنوا واتقوا از این قسمت شما شروع بکنید بخوندنش تعوذ بالله بگید رسیده تصویر به شما انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا تماسشون متاسفانه قطع شد کاش تلاوتشون ادامه دادن فقط عزیزان دقت بکنید روی تعبیر واتقو نیست واتقو هست ولو انهم آمنوا واتقو صيغه امر واتقو صيغه ماضی این دو تا با هم فرق میکنه معانیش ولو انهم آمنوا واتقو اینجا با فتح قاف است واتقو
قو. درباره اجازه بدید در پایان من بازشتر صحبت بکنم پاسخ به این که چطور ما میتونیم که با خردسالان موفق تر باشیم در راه تعلیم قرآن کریم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمید. سلام علیکم بفرمید. سلام بر شما. احمد جان من صدا رو داخل استودیو خیلی ضعیف دارم، نمیدونم از پیش من هست یا از تلفن. سلام بر شما، خودتون معرفی کنید. صداتون رو خیلی ضعیف دارم خواهرم، مقداری بلندتر صحبت کنید یا گوشی تلفن رو نزدیکتر بگیرید. زهره خانم خوش آمدید خواهرم. کدوم قسمت رو تلاوت میکنید؟ همین صفحه رو تلاوت میکنید یا جای دیگری رو؟ یمسا. کدوم سوره رو تلاوت میکنید خواهرم؟ سوره ولعصر. بسم الله بخونم. بسم الله بفهمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والآخر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وَتَبَا سَوْرِ سَفْرَ قَدَرَ اللَّهُ عَلِيٌّ عَظِيمٌ. ماشاءالله خوب بود. امر دیگری هم دارید؟ نه. ممنون از تماس شما، متشکرم، موفق باشید. بیننده بعدی، سلام علیکم، برنامه روخانی قرآن کریم بفرمید. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، خاطر معرفی میکنید؟ من مهدی هستم از کردستان. آقا مهدی خوش آمدید. سلامت باشی، خیلی ممنون. افتخار دادید قربان. خیلی ممنون، متشکرم. بسم الله. ابتدای صفحه و آیه اول در خدمت شما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. احسنتم، ما شاء الله. لذت بردیم، بسیار عالی بود، لذت بردیم. خیلی سلامت باشیم. ممنون، خدا لطف کردید، متشکرم از تماس شما، ممنونم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام بر شما. سلام علیکم استاد. سیروان جان خوش آمدید. حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ ممنونم، شما خوبید ان شاء الله. والده محترم خوبه؟ الحمدلله، دعاگوی شما هستیم. لطف کردید، خوش آمدید سیروان جان.
قرمتون برم، متشکرم، مرسی. تن سلامت باشه انشالله. از آیه 103 شما رو تو کنید ادام بده تلاوت رو. بله چشم. تصویر داری؟ تصویر رو گذاشتم رو انتن انشالله برسه بهت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله سلام عليكم شكرا استماست سلمان جان قربونتون برم استاد جزاكم الله خير من جزيت خيرا تقاضي دو داريم از شما و از مادر بزرگوارت موفق باشید حتما بزرگی شما رو میسپارم استاد سلامت باشید متشکرم قربونتون برم ممنون از شما موفق باشید علی یار نگهدارت بعد شما بشم خدا نگهدارت سلامت باشید متشکرم بیننده بعدی سلام علیکم برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید سلام علیکم بس برای یک بار دیگه لطف کنید صداتون یک مقدار بلندتر صحبت کنید سلام بر شما خودتون معرفی کنید من صالحی هستم از بحرین خواهر صالحی از بحرین خوش آمدید خواهرم از ابتدای صفحه تو رو باید بفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون احسنتم خانم خانم صالحی من فقط دو کلمه رو دقت بکنید ولقد علموا لمن اشتراه لام فتحه داره درستم تکرار بفهمید ولقد علموا لمن اشتراه لام فتحه داره در آیه اول آیه هم واتبعوا فتحه واتبعوا تلاوت فرمودید شما واتبعوا با فتحه داره بقیه تلاوتتون بسیار عالی بود متشکرم از تماس شما متشکرم موفق باشید بیننده بعدی سلام علیکم لخانی قرآن کریم بفرمید سلام علیکم بیننده گرامی رو خط هستید بفرمید لخانی قرآن کریم حواسشون نیست داره سلام علیکم خودتون رو معرفی کنید مشغول ذکره سلام علیکم و رحمت الله و شبکش علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برنامه رو خوانی قرآن کریم خودتون رو معرفی کنید من ابوبکر هستم از تاجیکستان ابوبکر جان از تاجیکستان خوش آمدید برادرم بخوام قرآن بکنم بسم الله از ابتدای آیه 103 تلاوت کنید ولو انهم آمنوا و اتقوا تصویر رو ما گذاشتیم روی صفحه تا شما اعوذ بالله بگید انشاءالله تصویر به شما رسیده بسم الله شما اعوذ بالله رو بگید تصویر در رسید به شما دیگه حدودا
برادر عزیز شروع کنید. ابوبکر جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تلفن صحبت کنید برادر عزیز. با تلفن تلاوت کنید. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله. اول سلامونی من صدای شما را ندارم ولی من خواهش میکنم که شاید شما صدای من داشته باشید. همین صدای من با کدوم کاری شبیه داره که من از همون زیاد تقلید بکنم. خیلی ممنون. خدا حافظ. موفق باشید. من صدای شما رو داشتم. آن انشالله که از طریق گیرنده صدا رو بشنوید. صدای شما رو اتفاقا سبک تلاوتتون دقیقا با قاری هم نام شما ابوبکر شاطری شبیه بود و تلاوت تقلیدی زیبایی بود. حقیقتا سبک ایشون رو به زیبایی داشتید اجرا میکردید. اما مقداری تون صدای شما با ایشون مقداری تون صدای شما مقداری فاصله داره. اما سبکشون رو خوب قشنگ شما تلاوت کردید و زیبا رفتید و از بین قاری ها زیاد هستن. حالا خودتون احساس بکنید در راه تقلید از قرآ دقت بکنید. شما و همه عزیزانی که دوستان تقلید بکنن سعی بکنید که روش رو تقلید بکنید. یعنی صدا اینکه اگر قاری پیدا شد که صدای شما به اون شبیه تر هست بهتر. اما برای شاید مثلا شما یک صدایی به شما شبیه تر است اما از سبک اون قاری زیاد لذت نبرین، سبک قاری دیگری رو دوست دارین که صدای شما زیاد شبیه اون نیست. به همین خاطر در تقلید از صدای قرآن سعی بکنید که سبک تلاوت رو تقلید بکنید. یعنی اینکه خود همون شکل تلاوت کردن که چطور صدا رو بالا میبرن پایین میارن، مدها به چطورش کشیده میشه، کجا توقف میشه، کجا صدا بالا میره کجا پایین میرسه، زیاد سعی نکنین که صدا رو شبیه اون بکنین. چون خب حنجره شما با حنجره هر قاری که از او تقلید بکنین متفاوت هست. سعی بکنین بیشتر سبک رو تقلید بکنین تا صدا رو تقلید بکنین. اگر صدای شما شبیه تر بود به قاری که دوست دارین خب بهتر. اما سبکی که شما تقلید کردین از استاد ابوبکر شاطری زیبا بود، سبک زیبایی بود و احساس میکنم در این روش یعنی اگر ایشون ادامه بدید تلاوتتون دلنشین و زیباست. اما به تقلید زیاد اکتفا نکنید. یعنی سعی کنید که کم کم خودتون کم کم با سبک‌های مختلف آشنا بشید، قاری‌های مختلف و ابداع بکنید. یعنی سبک خود شما داشته باشین که خسته نشین. چون تلاوت گهگدار انسان از تقلید فراوان از یک قاری بعض مدت زمانی خسته میشه. بیننده بعدی سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بیننده گرامی، رو خط هستید بفرمایید. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید. تماسشون قطع شد. بیننده بعدی سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمید. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید خانم؟ مقداری بلندتر صحبت کنم. اما من صدا رو خیلی ضعیف دارم تو استودیو، نمیدونم از طرف مقداری بلندتر صحبت کنید خواهرم، خودتون معرفی کنید. ظاهرن تماس شما مشکل داره. خواهرم شما لطف کنید دوباره تماس بگیرید. در همجا نشون در لایویت بگذارید که تماس شما نگامت وست کنید دوباره. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمید. بیننده گرامی رو خط هستید. سلام بر شما، هستید؟ نیستید؟ رفتند. بیننده بعدی سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمید.
الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، خودت رو معرفی میکنید؟ بله، ملازاده هستم از ایران. خیر، ملازاده از ایران، خوش آمدید. از ابتدای این صفحه تلاوت بفرمید. راستش دخترم میخواست تلاوت کنه. اگر خودتونم تلاوت میکنید بد نیست. بسم الله. فعلا میشه میگم به دخترم، حالا اگه وقت اجازه داد خودم تلاوت میکنم بشید. مشکل نیست، بفهمید. الا سلام عمو جان. سلام، خسته نباشی. سلامت باشی عزیزم. نام اسم شما؟ قرآن از بلا اعوذ بیرم. اسمتونو میگی عمو جان؟ اسمتو بهم نمیگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الذلة والناس. ما شاء الله ما شاء الله. از ایران. یک بار دیگه اسم تو بگو عمو جان. عمو جان تلاوتش صداش قطع شد متاسفانه. صدای نازنین و زیباش ما شاء الله خیلی با حماس میخوند، با شور میخوند و لذت بردیم از تلاوتشون، از این احساس زیباش برای تلاوت. انشاءالله که این دسته گل رو برای شما خواهرم، برای خواهر ملازاده، برای شما خانواده محترمتون نگه داره و انشاءالله که شون رو یک خادم قرآن کریم و شما و همه ما و مسلمین رو قرار بده. متشکرم از تماسش. بیننده بعدی سلام علیکم، رو خانه قرآن کریم بفرمید. من سارا هستم. سلام برای شما، یک بار دیگه خودتون معرفی کنید. سارا. سارا خانم، کدوم سوره رو تلاوت میکنید خواهرم؟ سوره ماعون؟ بسم الله. الله احد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یک بار با هم تکرار بکنیم عمو، یک بار من تکرار میکنم با هم بخونیم، باشه؟ رفتید، تماسشون قطع شد. دقت کنید روی تعبیر خواهرم، روی الله الصمد، الله الصمد میچسبه، لفظ جلاله به کلمه صمد. بیننده بعدی سلام علیکم، سلام بر شما، بفهمید. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید خواهرم؟ من ساناز هستم، از ایران تماس میگیرم. ساناز خانم از ایران، خوش آمدید خواهرم. همین سفر رو تلاوت میکنید یا جای دیگری رو؟ بله بله، همین سفر رو. از ابتدای صفحه شروع کنید به تلاوت کردن. چشم، اگه میشه صفحه شروع. سفر احمد جان گذاشت روی خط، روی آنتن برای شما. تا اعوذ بالله بگید صفحه به شما میرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه وما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. ما شاء الله، متشکرم از تماس شما، تلاوتتون عالی بود. فقط ببخشید بفهمید جان،
فقط دقت کنید که مقداری آرامتر تلاوت کنید، بهتر خواهد شد تلاوت شما. در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. فقط شرمنده ببخشید من این سوالی که سوال میپرسم از شما، میخواستم ببینم من از کلم شبکه نور یه سوالی پرسیدم که اگه یه خانومی در عادت ماهیانه قرآن رو تلاوت بکنه حرام یا نه؟ یکی از استادا فرمودن که دست نزنه به قرآن اشکالی نداره، مثلا توی اذکار صبح و شب یا آیت الکرسی یا به یکی تلاوت آموزش قرآن بده. بعد یکی از استادا فرمودن که حرامه. اگه شما لطف کنین اینو بهم بگین خیلی ازتون ممنون میشم. باشه ان شاء الله صحبت خواهم کرد. چشم. جزاکم الله خیرا، خدا نگهدار. موفق باشید. متشکرم. متوسش. احمد جان فکر کنم به همینقدر اکتفا بکنیم. من دو سه تا سوالم هست، پاسخ بدم به سوالها و ان شاء الله باز اگه فرصتی شد تماس میگیرم. برادر عزیزمون درباره از تاجیکستان ماهدین جان پرسیدن که من حافظ کل قرآن هستم ولی در تلاوت مقداری صدام گیر میکنه. اگر شما از اونجایی که ماشاءالله تلاوت دارید، بعضی از وقتها انسان روی تلفظ بعضی از کلمات دچار مشکل میشه و حروف، بعضی از حروف بیشتر، و بیشتر توصیه که میکنن عزیزانی که تخصص دارن در بحث گویش میگن که خب تمرین بشه. مثلا تمرین های خاصی هست، اگر بتونید به سایت های در سایت هایی که هست، حالا به زبان های حالا روسی اگر بنویسید یا فارسی بنویسید یا انگلیسی سرچ بکنید حل مشکل مثلا گویش یا صحبت کردن، راه حل هایی دارن، یعنی روش های تمرینی هست که به شما کمک خواهد کرد. علاوه بر این که در خود تلاوت کردن هم تمرین کردن، من احساس میکنم که تمرین کردن بیشتر کمک بیشتر به شما میکنه. شما حتما میدونید که در چه کلمات بیشتر دچار مشکل هستید، روی همون کلمات سعی بکنید کلمات استفاده بکنید که روی اون کلمات از همون حروفی که شما در اونها مشکل دارید تلفظ اونها بیشتر استفاده شده و با دقت بیشتر اینها رو تمرین میکنیم. به مرور زمان تمرین های مداوم ان شاء الله به شما کمک خواهد کرد. در این باب درباره تاج الدین جان از روسیه ابو شعیب، درباره شعیب جان پرسیدن که هر عزیزی که به دنبال این هست که برای فرزندان چگونه ما تلاوت یاد بدیم، ما کسانی که به سن 6 و 7 نرسیدن، یا به صورت کلی تر بگیم کسانی که اون عزیزانی که هنوز سنشون به سنی نرسید که خواندن و نوشتن بلد باشن، ما با اونها باید تمرین رو از تلاوت زبانی شروع بکنیم. ما شروع میکنیم از سوره های کوچکتر. عزیزانی که میتونن، یعنی طبیعتاً کسانی که قادر به صحبت کردن باشن و حداقل یعنی اینقدر که راحت بتونن صحبت بکنن دیگه، چون بتونن کلمات رو تلفظ بکنن، ما در این سن میتونیم چیکار بکنیم؟ در این سن ما میایم و شروع میکنیم به سوره های کوچک. سوره های کوچکی که خونده میشه مثل نورلهانان، عزیزانی که انجا خوندن و تلاوت کردن سوره های کوچک رو، سوره های کوچک رو عجله نکنید، عجله نکنید، انتظار نداشته باشید شما در یک هفته، در دو هفته، در سه هفته کلن به پاسخ برسید، یعنی حافظ چند تا سوره حفظ بکنه فرزند شما. شاید یک سوره مثل بلعصر که 3 آیه هم بیشتر نداره و 2 خط هم بیشتر نیست، این سوره یک ماه طول بکشه، کاملا عادی هست، یعنی عجله نکنید در این باب. و کم کم یک حرف رو تکرار بکنید، سعی کنید تکرار بکنه با شما. و اینکه بچه در بازی ها و سرگرمی ها بیشتر شوق داره طبیعی هست، طبیعت فرزند هست، شما سعی کنید اون رو علاقمند بکنید. مثلا همین شرکت فرزند شما در برنامه به اون شوق میده، به اون علاقمندی ایجاد میکنه. جوری جمع سعی بکنید بپرسن از اون و جایزه تعیین بکنید، برایش جایزه بون بدید و اون رو تشویق بکنید، اون رو مجبور نکنید و جاهایی که احساس میکنید به زور اون رو هیچ وقت نیارید و سعی بکنید علاقمند بکنید اون رو، یعنی هر جوری شده جایزهایی که انتخاب میکنید، تعریفهایی که میشه مثلا، این کارش رو تعریف بکنید. یک موفقیت ایجاد شد، اون موفقیتش رو بزرگ بکنید، نشون بدید به دوربری ها که به خاطر این موفقیتی که در قرآن ایجاد شده برای اون اهتمام بیشتری دارید. اینها همه بون کمک میکنه، همه بون کمک میکنه که علاقمند بشه بیشتر و صبر داشته باشید. یعنی در ابتدای راه علل خصوص از سوره های کوچک شروع کنید، سوره های پایان قرآن کریم مثل قل والله احد، انا اتینا اذا جاء رسول الله، اینها رو آیه با آیه تا یک آیه خوب تفسیر نشده آیات بعدی رو شروع نکنید. و زمان نیاز هست، زمان نیاز هست و بگید بشنوید، شما بخونید بعد بشنوید حرف به حرف. مثلا بگید اون بگید قل، همین کلمه قل یک دفعه یاد بگیره، هو والله، بعد کم 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 اینها رو کم 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 جلو برید. شاید شما قل هو الله احد رو در یک هفته باش کار بکنید، هیچ اشکالی نداره، عجله نکنید. در راه
تمرین که زود به نتیجه برسید. این مسئله ای است که باید مد نظر باشه برای تمرین با خردسالان. به مرور زمان این یکی مسئله اجبار نباشه و تشویق بکنید و عجله نکنید، صبر بکنید و سعی بکنید که اون رو در دوربری ها رو هم تشویق بکنید. اگر دو سه نفر باشن، علاوه خصوص بین خردسالان، وقتی که در یک جمعی یک خردسالی حفظ کرد و دید که دوربری ها اون رو تشویق میکنن، بعد خردسالای دوربر هم که میبینن این تشویق میشه، رقابت ایجاد میشه. سعی بکنید در فضای خانه یا خانواده یا قوم و خویش ها دو سه تا همسن و سال پیدا بکنید، با هم بشینن شروع بکنن، یک نفری جلوتر میره، اونم به خاطر اینکه از اون عقب نمونه، باز اینم سعی میکنه که یاد بگیره و این رقابت، رقابت سالمی هست، رقابت خوبی هست که کمک میکنه که انشالله در این باب موفق بشه. درباره خواهرمون ساناز خانم پرسیدن درباره وضعیت تلاوت خواهرانی که به هر حال عذر شرعی دارن. در این مورد به هر حال اقوال اختلافاتی در بین فقها هست، در این باب قیل و قالی هست، ولی اون چیزی که ما هم در رسال حق همین مسئله رو مطرح کردیم همیشه، عزیزانی که در اذکار صباح، اذکار مسا، اون چیزهایی که به عنوان حتی دعاهایی که آیاتی که به عنوان دعا خوانده میشه، در این که خب به هر حال اشکالی نیست، ان شاء الله اتفاق نظر است، در این تا حدودی مسئله روی خود تلاوت مصحف است. در مصحف دست زدنش هم اتفاق هست که نباید دست زد، اما روی بحث تلاوت برای عزیزانی که حفظ قرآن کریم دارند، یعنی مشغول به حفظ قرآن کریم هستند و اگر نخونن فراموش میکنن، در این باب برای اونها حالا بهتر هست که اونها اگر میخوان تلاوت بکنن، اونها تلاوت بکنن. کسانی که مشغول به حفظ قرآن کریم نیستن و کسانی که قرآن تلاوت نمیکنن، یعنی حفظ نکردن، و چون کسانی که حفظ کردن اگر تلاوت نکنن فراموش میکنن، به اونها جواز داده شده. یعنی علما بیشتر روی این قشر خاص، کسانی که تخصصی دارن، کار قرآنی میکنن و تلاوت قرآنی دارن و مشغول به تلاوت قرآن هستن و حفظ قرآن هستن، میتونن بدون لمس به مصحف بیان و تلاوت بکنن، محفوظات خودشون رو استفاده بکنن از محفوظاتشون. ولی خواهران دیگری که مشغول حفظ نیستن و حتی امکان مثلا الزامی نیست که حتما باید تلاوت بکنن، به خاطر روایت‌های صحیحی که در این باب وارد شده و من شده تلاوت قرآن کریم، حتی امکان پرهیز بشه مناسب‌تر است. اما برای عزیزانی که میخوان تخصصی حفظ میکنن یا مجبورن که تلاوت بکنن، برای اونها ان شاءالله که همون قول کسانی رو که جواز دادن، ان شاءالله همون قول راجح‌تر خواهد بود. اما درباره برنامه خودمون، برنامه روخانی قرآن کریم، ما ان شاء الله در ماه مبارک رمضان هم برنامه روخانی قرآن کریم پخش خواهد شد، ولی ساعت تغییر میکنه، ساعت روزانه خواهد بود. هر روز برنامه روخانی قرآن کریم ساعت 11:30 به وقت مکه مکرمه و ساعت 13 یا همون یک بعد از ظهر به وقت تهران و کابل و ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت دوشنبه و اسلام آباد روزانه هر روز برنامه روخانی قرآن کریم پخش خواهد شد. و ما از اول آنچه که ما پخش کردیم، یعنی برنامه‌هایی رو که از گذشته داشتیم، از قسمت اول تا به قسمتی که الان هست، ان شاء الله اینها رو پخش خواهیم کرد. از اول تکرار اینها رو ما پخش خواهیم کرد و چون کامل نمیشه ماه مبارک رمضان، روزهای آخر رو ان شاء الله اگر عمری باقی بود و زنده بودیم، ان شاء الله به صورت زنده روزهای آخر و قسمت آخری رو، شاید یک هفته آخر رمضان میشه، ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهم بود در همون ساعتی که تکرارش پخش میشه و ان شاء الله که عزیزان بتونن استفاده بکنن. چون درخواست شده بود، خیلی از عزیزان درخواست کرده بودن که ما قواعد اولیه رو که شما توضیحات بیشتری داده بودید نبودیم و اونها رو دوباره پخش میکنید، به همین خاطر از اول پخش میشه برنامه کامل، تکرارش پخش میشه، به صورت زنده نیست در ابتدا. قسمت های آخر ان شاء الله به صورت زنده اگر عمری باقی بود در خدمت شما خوبان عزیزان خواهیم بود. بعد از ماه مبارک رمضان ان شاء الله ما برنامه رو دیگه از مرحله روخانی گذر میکنیم، یعنی ان شاء الله دیگه انقدر کلان توضیح میدیم روی کلمات و حروف و حرکت ها توضیح نخواهیم داد، بعد تو مرحله دوم رو شروع خواهیم کرد ان شاء الله، مرحله بحث مخارج و حروف و چگونه حروف رو ما صحیح ادا بکنیم و تلفظ بکنیم، هر حرفی رو چطور تلفظ بکنیم و مباحث تجویدی دقیق تری که نیاز هست، و انشاءالله بعد از ماه مبارک در خدمت شما خوبان عزیزان خواهیم بود. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن و همه عزیزانی که پشت خط موندن، معذرت خواهی ما رو بپذیرید چون خط ها شلوغ هست، و تشکر ویژه از احمد جان، محمد عبدالله، فرید و احمد منصور عزیز در کنترل. در پایان از الله متعال خواهانیم که توفیق ایمان تا آخرین لحظه زندگی رو نصیب ما بکنه و همه عزیزانی که از زندگی خارج شدن، از دنیا رفتن، از جمع ما رو، همه گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و ما رو هم از دعای خیرتون در فرصت‌های پیش رو محروم نسازید. تشکر خاص تا اینکه از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید.
تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو بر الله متعال می سپارم. الله یارو نگهدارش. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله.